بعد شوهر کنم که میکنم. بالاخره یه خرپور پیدا کنم. باشه ایشبری احمق. ننمو بفرستم خاصی بریم. باشه. خوشیل جواب منو بده. ننمو بفرستم. مرزش خودتو ننتو ببرم. خب حالا کی با نامزدت عروسی میکنی؟ تو همین ماه عقد میکنی. راستی بده ببینم عکسای آقای امیرخانه رو. که میخوای زن این بشی ها؟ آه نگاه کن تو رو خدا. ببین ریختشا. چرا میخندی؟ دلم به حالت میسوزه. چرا؟ آخه تو چطوری میخوای زن یه کارگر ساده بشی با ماهی چندر قاز حقوق؟ مگه لازمه که حتما شوهر آدم میلیونر باشی؟ از میشم که پولش از پارو بالا بره، سر تا پامو غرق جواهر کنه. من اگه جای تو بودم به این پسره گداگشنه محل سگم نمیذاشتم. دیده تو که قبل از من عاشقش بودی، شب و روز دنبالش مسموس میکردی. چی؟ من مسموس میکردم؟ آره تو دنبالش مسموس میکردی. خود امیر به هم گفت. امیر؟ امیر غلط کرد. اون که داخل آدمه، احمق بیشور نفر. حق نداری به نامزد من توهین کنی. بده من عکسشو. بفرما بیا عکسای نامزد گدا کشنتو بگیر و قابش کن بذار در مسترا. بیا منا چطوره؟ قربون تو
خانم باچی تو رو خدا زود برش گردونی ها. راستی یه چیزی مریم شد، حالا واجب بود که تو به این سفر بری. آره امیر، مادرم برای تهیه جهازم باید به شهرشون میرفت. آخه من که چشم دنبال جهازتو نیست، قربونت برم. ولی مادرم میگه روزه بی نماز، فال بی نیاز، عروس بی جهاز هیچ کدوم درست نیست. که هیچی مریم جون، اگه مسافرت 10 سالت طول بکشه خاطر جمع باش، من در غیاب تو تو روی هیچ زنی نگاه نمی کنم. راستی اون جمله ای که همیشه میگی چیه؟ زن یکی، عشق یکی، خودم یکی. برو دست علی هم یه وقت شیطونی نکنی. نه با خیالات تو راحت راحت باشی. به سلام من سفر بده. خدافیز قربون تو. به امون خدا. خدافیز. سلام زری خانم. مریم و مادرش رفتن. آره دیر اومدی ای نگار سرمست. خیف شد، من واسه شون شیرینی خریده بودم. تو که با مریم بعدی باش دوام مرافع کرد. ای بابا چه دوام، هرچی باشه اون دختر عمومه. امیر خان میشه سر را منم بذارین خونه؟ استغفر الله برشید. خواهش میکنم. خیلی خب بابا بیا بالا. صف بشین. گفتم صف بشین، نگفتم صف منو بگیر. آه نترس ابلنبو نمیشی. حال امونت جونم. دوست دارم، من عاشق تو هم، میمیرم. چی گفتی؟ بلندتر بگو. گفتم هنوزم مثل سابق دوست دارم، عاشقتم امین. خواب دیدی خیر باشه. تو چی گفتی؟ گفتم مواظب باش شخص پا تو چشت نره. یعنی چی؟ یعنی خدا روزی تو جایی دیگه حواله کنه. آخه من چیم از مریم کمتره؟ تو چرا منو ول کردی؟ چی گفتی؟ دیگردار میخوام پیاده شم. اگه نمیخوای برسونم به خونه. دیگردار میخوام پیاده شم. چرا؟ لازم نکرد برسونم. آره خواستی برسونم به خونه. نه نمیخوام نیگردار. فرما اینم نیگرد. تو خیلی احمقی امیر. هزارون جوان تو این شهر هستن که به خاطر من حاضرن پیشونیشونو به خاک بمالن. اما تو مثل یه قاطر چموش همش از من فرار میکنی. آخه چرا؟ داد نزن آبجی سیراب شیردونه ترک بر میداره. قیافشو نگاه. آره احمق بیشور نفه. آخرش رامت میکنم. اگه مسافرت 10 سالم طول بکشه خاطر جمع باش، در غیاب تو تو روی هیچ زنی نگاه نمی کنم. زن یکی، عشق یکی، خدا یکی. از نامزدت مریم خانم چه خبر؟ والا تازه دیروز رفته امو حبیب، هیچ خبری ازش ندارم. خدا حفظش کنه. مریم دختر خوبیه، مثالی 700 نار با دختر ورپریده من ظریف فرق داره. خاک تو سرش، هر سال رفوزه میشه. کاش یکی پیدا میشد شوهرش میدادم و از شرش راه. بابا جون، امیر خان خبرای بدی واسهتون دارم. خبرای بد. چی؟ خبرای بد؟ ماشین مریم اینا تصادف کرده. چی میگی؟ تصادف؟ آره اینها، بخون تو همه چی رو بفهمی. دیروز در جاده اصفهان شیراز بر اثر برخورد یک سواری کرایه با یک کامیون، سواری مذکور با کلیه سرنشینان آن به رودخانه سقوط کرد. مریم طاهری و مادرش زهرا از قربانیان این حادثه بودند. به قرار اطلاع حاصل اجساد کشته شدگان را آب برده است. برات بمیرم عمو، طاقت داشته باش. عمو حبیب دیدی چه تو شد؟ دیدی چه بلایی بزرم اومد؟ آقا باش طاقت داشته باش.
مادر بیچاره، آخه چرا؟ چطور شد که مرد؟ اینقدر بیتابی نکنی خانم، شما باید هر چه زودتر به بستگانتون اطلاع بدین که زنده، چون تو روزنامه اشتباهاً اسم شما رو جزو کشته شده ها نوشتن. ترتیبشو میدم. میخوای یه تلگراف براتون بزنم؟ آره یه تلگراف بزنی. یه تلگراف برای امیر نیکصفت بدین من بهشون میگم. آرام حتما تلگرافو با دستش بدین. آباس خاطر جمع باشین حتما. خبر تصادف ما رو تو روزنامه خوندی یا نه؟ متاسفانه مادر نازنینم از دستم رفت و چون اسم منم اشتباهاً در بین کشته شده ها در روزنامه چاپ شده بود، فوراً این تلگراف رو برا زدم که بدونی من زنده هستم. چی؟ پس اون زنده است؟ من در بیمارستان شیر خوش شدم. محبیب کی بود زنگ میزد؟ سلام امیر جو. تو بودی زنگ زدی؟ آره من بودم. میخواستم بری خونه هستی یا نه؟ بس کن دیگه، تو داری خودتو از بین میبری امیر. آخه با این کارا که مریم دوباره زنده نمیشه. اون مرد، تموم شد. کسی که مرد دیگه زنده نمیشه. درسته اون زنده نمیشه، اما برای منم زندگی دیگه تموم شد. تو رو خدا این حرفو نزن امیر، دنیا که به آخر نرسیده. هنوزم هستن کسانی که تو رو از جون و دل دوست داشته باشن. نه هیچ کس واسه من مریم نمیشه، هیچ کس جای خالی اونو نمیتونه پر کنه. من میتونم امیر، من تو رو دوست دارم، من همیشه تو رو دوست داشتم. از اون خوشگلتر که هستم، تو رو از اون بیشتر که دوست دارم. پس دیگه چی میخوای؟ چرا فراموشش نمی کنی؟ نمیتونم فراموشش کنم. چی تو هیچ کس تا به حال سراغ شما نیومدی؟ نمیدونم خانم، نمیدونم. از نامزدتونم که میگفتین خبری نشده؟ نه هیچ خبری نشده. جواب تلگراف و نامه هایم که فرستادی نیومده؟ نه نیومده. الان چند هفته است که من اینجا بستریم. دوتا تلگراف زدم، سه تا نامه نوشتم، اما هیچ جوابی نیومده. متاسفم خانم، میخواین بازم کاغذ بیارم نامه بنویسی؟ بله خواهش میکنم. یک ماه هست که من در این بیمارستان بستری هستم. تا به حال دو بار برای تلگراف زدم و چهار نامه نوشتم، اما تو نه به سراغم آمدی و نه به هیچ یک از نامه هایم پاسخ دادی. این از وفایی که همیشه از آن دم میزدی؟ پس چرا به سراغم نمیایی؟ به روح مادرم قسم این آخرین نامه ایست که برایت مینویسم و اگر جوابم را ندهی دیگر اسمت را به زبان نمیآورم. مریم. بس دیگه پسر جون، اینقدر به خودت ظلم نکن. بشریت الهی رو که نمیشه تغییر داد، باید تحمل کرد. آخه چجوری تحمل کنم عمو حبیب؟ من با مریم اخت شده بودم، اون همه چیز من بود. شب و روزم رو با اون فکر میکردم. حالا یه مرتبه همه چی تموم شد. من اونو دوست داشتم، اون زندگی من بود، نمیتونم فراموشش کنم. در هر حال پسر جون، تو باید مرگ اونو قبول کنی بری سر کارت. آخه این که درست نیست، تو خودتو خونه نشین کردی. پدر جون من با رئیس کارخونه امیرخان تماس گرفتم، آخه یه آشنایی یه دوری باهاش دارم، قراره که برم پیشش. میخوام ازش خواهش کنم یه مرخصی. مثل این که بد نمیگه، چرا که نه. بله
ادامه بدی. الان 3 ماهه که اون مرده. تو زندگی رو به همه ما تلخ کردی. از این همه قصه خوردن که اون زنده نمیشه. به خدا امیر، من حاضرم تا آخر عمر کنیزی تو بکنم. من تو رو دوست دارم. همیشه تو رو دوست داشتم. خواهش میکنم امیر، تو رو خدا، بیا یه خورده منو با موتورت بگردون. خیلی اذیتتون کردم، منو میخواید. خب آقای دکتر، با اجازتون من دیگه میرم. بالاخره از نامزد شما خبری نشد؟ نه خیر آقای دکتر، هر چی نامه نوشتم جوابش نیومد. در هر حال امیدوارم موفق بشید. خیلی ممنونم آقای دکتر. به سلامت. خداحافظ. به دکتر بیهوشی تلفن کردید؟ بعد از اون بیاد. متشکرم. بسیار خوب. امشبم یه جایی میریم، باشه؟ باشه. خداحافظ. 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 امیر، امروز که بعد از 4 ماه از بیمارستان مرخص شدم و یک راست به سراغت آمدم، تو و زری را مثل دو عاشق و معشوق در آغوش هم دیدم و همه چیز برایم روشن شد. مریمه، اون زنده است. وقتی روزنامه ها اشتباهاً خبر مرگ من رو چاپ کرده بودند، فوراً برایت تلگراف زدم و بعد هم چندین نامه برایت نوشتم، اما دریغ از یک کلمه جواب. و امروز با
با دیدن تو زری علت آن را فهمیدم. وقتی که این نامه به دست تو میرسد میگر در این دنیا نیستم که از من خجالت بکشی. تو اولین و آخرین عشق من بودی و حالا که تو را از دست دادم دیگر به چه امیدی میتوانم زنده باشم؟ برای همیشه خداحافظ مریم. حالا این مریض چطوره؟ ما کوشش خودمونو کردیم، بقیهش دیگه با خداست. با اجازه شما. خدایا با امید تو. وقتی روزنامه ها اشتباهاً خبر مرگ مرا چاپ کرده بودن فوراً برای تلگراف زدم. تلگراف و نامه های مریم رو چیکار کردی؟ چیو چیکار کردی؟ گفتم نامه ها و تلگراف مریم رو. کدوم نامه؟ کدوم تلگراف؟ من نمیدونم تو از چی حرف میزنی. بیا اینجا دروغگوی پست بیهانه چیز. تو تلگراف و نامه های مریم رو از من پنهون کردی. تو با نخشب و چلک نذاشتی من بفهمم مریم زنده است. تو کثیف‌ترین و حق‌بازترین زنی هستی که من تو عمرم دیدم. تو رذلی، تو پستی، تو کثیفی. آخه چرا؟ چرا این کاری کردی؟ من هر کاری کردم به خاطر تو کردم امیر. آخه چرا نمیخوای بفهمی؟ من تو رو دوست دارم. من تو رو دوست دارم امیر. من تو رو دوست دارم. تو رو گم شد کسرم. من ازت نفرت دارم. اگه به خاطر اون پدر پیرت نبود همینجا با این دستم خفت میکردم. خب باز خیانتکار. آخه مگه مریم به تو چیکار کرده بود که این دشمنی رو در حقش کردی؟ برای اینکه اون همیشه خار سر راه من بوده، همیشه منو شکست داده، تو مدرسه، تو زندگی، تو عشق، همه جا از من خوشبخت‌تر بوده. منم هیچ وقت نمیخوام خوشبختیشو ببینم. به کوری چشم تو من اونو خوشبخت میکنم و از تو هم نفرت دارم. برو گم شو. منم از تو متنفرم. از همه تو نفرت دارم. توف بروت بیاد دختری بد ذات بد تینت. معلوم میشه یه ذره عاطفه و محبت تو وجود تو نیست. حقا که دختر اون مادر بی عاطفت هستی. امیدوارم ذلیل بشی. امیدوارم آب خوش از گلوت پایین نره. من تو رو نفرین میکنم. من هرگز تو رو نمیبخشم. مگه اینکه بری رو دست پای دخترمو بیفتی و ازش معذرت بخوای. به خدای احد و واحد اگه نری از مریم معذرت نخوای مثل سگ از خونه میندازمت بیرون. معذرت میخوام مریم. امیدوارم منو ببخشی. خدا ببخشی. خب دختر جون، حالا قانع شدی که تلگراف و نامهات هیچ کدوم به دست امیر نرسیده و امیر اصلا مقصر نبوده؟ خب ایشالله از بیمارستان که اومدی بیرون بند و بساط عروسی رو روبران میکنی. بله پسر جون؟ ایشالله. باز دیگه داری چه نقشه‌ای میکشی؟ تو چه فکری؟ تو فکر شوهر پدر. یه شوهر پولدار. جدن از بوی عطری که زدم خوشتون میاد؟ نه فقط از عطرتون، از همه چیزتون خوشم اومده. اصلا شما مرد شیک پوشی هستی، یه مرد ایدئال. شما دختر خانم زیبا و جذابی هستی، یه زن ایدئال. البته طالب اندازه موهای سرم واسم خواستگار پیدا شده. اما چه فایده، همشون جوون و کم تجربه. پس شما مرد جا افتاده رو ترجیح میدید. آخ گل گفتی. دست بلو چند ماه داری؟ خب من رفتم، کاری نداری؟ کجا داری میری؟ وایسا کی میریم پیش دکتر؟
دکتر؟ چطور مگه خبریه؟ آره دیگه ماه آخرمه مگه نمیبینی؟ اخ جون الهی که قربونش برم. سب کن اینم، سب کن. الو، بابا میگه بله. بابا حالت خوبه؟ میگه نوکرتم، منم نوکرشم، نوکر خودشو ننشم. دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد، رفتم لبشو ببوسم. خب عزیزم من رفتم کارخونه، خدا حافظ. ای بلم کن عزیز دلم. چته ها؟ باز چرا اینقدر گرفته ای؟ اگه داره گرفته پاشو برو قمار، پاشو برو بگرد، پاشو برو تفریح. برو بابا، حسنشو ندارم. چی میخوای عزیزم باز برات بخرم؟ جواهری، انگشتری، چیزی؟ آخه پس چته؟ دیگه چی میخوای؟ جواهر که داری، پول که داری، اتومبیل که داری، خونه زندگی که داری، پس دیگه چی میخوای؟ دست بردار خدا! غیر از پول و جواهر و لباس و اینجور زرق و برق و زن به چیز دیگه هم احتیاج داره. مثلا چی؟ مثلا یه بچه. زندگی بدون بچه چه لطفی میتونه داشته باشه؟ تو که میدونستی بچه دار نمیشی. آخه چرا، چرا با من ازدواج کردی؟ چرا من رو بدبخت کردی؟ اینقدر خجالت هم نده عزیزم، خودم میدونم. با وجود این بازم میرم پیش یه دکتر، یه دکتر دیگه. بفرمایید. متشکرم آقای دکتر، خداحافظ. سلام علیکم قربان. سلام آقا. این بذارم. خب مبارکت باشه. متشکرم. مبارک شما باشه امیر خان. خیلی ممنونم. بفرمایید نفر بعدی. بریم بیبریم تو. دلم به حالش میسوزه. چرا؟ چیزایی درباره شوهرش شنیدم، هرچی هم دوا و درمون کرده فایده نداشته. ولش کن بابا، به ما چه مربوطه؟ بریم تو نوبتمونه. بیا. سلام علیکم. سلام. سلام. تلخه عزیزم. مگه کور بودی ندیدی شکم مریم خانم تا کجا بالا اومده بود؟ اون همین روزا میزاد، اون وقت من بدبخت بدشانس با این همه کیابیا باید حسرت بخورم. عزیزم میخوای یه بچه از پرورشگاه بیاری؟ من میخوام بچم بچه خودم باشه، از گوشت و استخون خودم باشه. اصلا تو چرا نمیری خارج خودتو معالجه کنی؟ بعضی دردا هست. Show.
چیکار میکنی علی؟ شما ها اون بالا چیکار میکنی ناقله ها؟ شیطون بیا از اون زیر بیرون له میشی، بیا بیرون. آخه گرفتاریتون چی هست؟ خیلی خوب، میام. بیر، من هنوزم تو رو دوست دارم. آرزوی یه بچه هست، تو داره منو میکشه. دستتو وردار از روشونم، حرفتو بزن. اگه تو از زنت جدا بشی، منم طلاق میگیرم و با تو ازدواج میکنم. خواهش میکنم این کارو بکن. برو کنار، برو خجالت بکش. به شانس خودت پشت پا نزن. من حالا یه زن پولداری هستم، حاضرم تمام ثروت و داراییمو به پات بریزم. میتونیم با هم خوشبخت بشیم، به هر کجای دنیا که بخوایم بریم. گفتم زن خجالت بکش، حیا بکن. تو ناسلامت شوهر داری. اما من تو رو دوست دارم، ازش طلاق میگیرم. من نمیتونم با اون زندگی کنم، ما برای هم ساخته نشدیم. چرا اون روزی که میخواستی زنش بشی و بری خونش این فکر رو نکردی؟ چرا؟ از لگه تو این کارو کردم، تو باعث شدی، تو منو بدبخت کردی. تو شدی گزران. من اوز بکن سیاه و حق بازیات یادم نرفته. هر بلایی که به سرت بیاد به خاطر قلب سیاهته. من دست از سرت بر نمیدارم، به هر قیمتی شده تو رو به چنگ میارم. تو یا باید مال من باشی یا مال هیچکس. هیچکس. سلام، بفرمید، عکس رو مونتاژ کردم. خوب مونتاژ شدی. همین امروز اونا رو بفرست، سعی کن هر طور شده تا فردا به دستش برسه. عزیزم، قرصای منو کجا گذاشتی؟ قرصای قلبمو میگم. رو میز توالتمه، بیام بهت بدم. نه، متشکرم، خودم برش میدارم. آدرسو بلدی؟ آره. سلام مامان جی. سلام، خسته نباشی مامان. مرسی، قربونت برم الهی. مامان راستی پستی یه پاکت رو برده. بیا اینو ها. مرسی. بدانید که شوهر عزیزتان هنوز عشق است. مامان جون چرا گریه میکنی؟ مگیه میکنی؟ بگو ببینم چی شده؟ هیچی نیست مادر. آخه من میخوام بدونم. چرا نمیخوای به من بگی؟ بگو ببینم تو اون پاکت چی بود. مامان بگو ببینم. تو مربوط نیست. چرا به من مربوط نیست؟ خیلی هم به من مربوط. آخه من بچه تو هم. بگو تو پاکت چی بود؟ به تو مربوط نیست. چرا بابا به من مربوطه؟ گفتم به تو مربوط نیست، برو بیرون از اتاق. برو من از کارم رو بکنم. چرا گریه کردی؟ مامانت کو؟ با تو هم گفتم مامانت کو؟ نمیفهم این بچه چه شده؟ مریم؟ چیه مریم؟ چی کار داری میکنی؟ میخوام گورم رو گم کنم، از خونت برم. چه دیگه لازم نباشه با معشوقت مخفیانه ملاقات کنی؟ او چی داری میگی؟ معشوقم کیه؟ این حرفا چیه؟ این حرفا کدوم مگی زره به سرت زن؟ به سرم نزده، فقط چشام باز شده. تو هم دیگه لازم نیست جانم آساب بکشی. مثل کپ که سرتو کردی زیر برف. خیال میکنی کسی که صحبت کاریاتو نمیبینی؟ برو کنار. صبر کن مریم. مریم کجا داری میری مریم؟ بایچه تو رو خودم مریم.
چی شده؟ بگو ببینم چی شده. لب بتره کن تا منم بفهمم چی شده. بیا نگاه کن تا بفهمی. سند خیانت تو بردار نگاه کن. خوب نگاه کن. صبر کن مریم، تو اشتباه میکنی. تو مامای بدی هستی. چرا مامانم اذیت میکنی؟ آخه چرا اونا اذیت میکنه؟ تو مامای بدی هستی. تو بدی 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 بدی. تو تون اشتباه میکنی. صبر کن مریم. مریم اما حبیب علی جون بودا اما حبیب رو صدا کن. بودا رو صداش کن. بودشون مریم جون آخه تو مگه اون زن رو نمیشناسی؟ اون اکثر قلابی درست کرده. اون دشمن تو. اما حبیب اما حبیب چه چی شده؟ دیگه مامانم از پله ها پرد شده. زود خود رو بیا. زود باش ای وای چی شده؟ امو حبیب مریم رو ببر تو اتاق خودت. تو من برم و برگردم. کجا میری؟ امو حبیب تا امروز زری هر برای سرم آورده به خاطر شما هیچی نگفتم، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم. امیر صبر کن، تو عصبانی هستی. کار دست خودت میدی. مامان آخه تو چرا اینقدر بد شانسی دختر جان؟ بله بفرمایی. خدا ذلیلت کنه، خدا مرگت بده دختر. این چه آتشی بود که به پا کردی؟ مگه چی شده بابا؟ آخه تو کی میخوای دست از این بدجنسیات ورداری؟ چرا اون عکس رو واسه مریم فرستاده بودی؟ ها پس به دستش رسیده؟ بله رسیده. ذلیل مرده، شوهرش هم الان راه افتاده اومده منزل شما. دیگه خدا میدونه که چه بلایی به سرت بیاره. شیش و بش. اجازه بدیم شیش اینم بش. چهار و سه. میشون چیکار میکنی؟ برش کن مردی تو. برش کن. چرا این کارو کردی؟ برش کن. جونتو میگیرم. من میشه میگه بیا با هم، بیا با هم دست به یکی بکنیم و شوهرتو بکشیم و ثروتشو بالا بکشیم. توف برو بیا پسر یه نمک نشناس. گلم کن ببینم. حالا دیگه کارت به جایی رسیده که به مان و ناموس من چشم طمع دوختی؟ برای کشتن من نقشه میچشی؟ این زن یه شیطونه، اون به تو دروغ میگه. حرفشو باور نکن، اون داره حقیقت از شما پنهون میکنه. حقیقت اینه که تو مثل یه دوست وارد خونه من شدی و من تو رو دست به گریبان در حال خفه کردن سرم دیدم. این حقیقته. برو عزیزم ببرش بالا. همین الان به کلانتری تلفن میکنم تا ببینم چی حقیقته چی دروغه. اونجا معلوم میشه. صبر کن. صبر کن ببینم چی کار داری میکنی. چرا نمیخوای بفهمی پیر مرد خرفت زن چند روز پیش با حق بازی منو دعوت کرد ویلا. اونجا پیشنهادایی به من کرد که شرم دارم به زبون بیارم. مزخرف نگو. من به پاک دامنی و شرافت زنم ایمان دارم و ایمان دارم که تو یه قاتل بی سر پا هستی. یلا از خونم برو بیرون. خیالم نکن به این آسونی ولت میکنم. من از دست تو شکایت میکنم. شکایت میکنم به عنوان یه دوست ناموس. هر قراری دلت میخواد بکن، ولی اینو بدون اگه خدایی نکرده یه مو از سر زنم کم بشه میام اینجا خونه و زندگی تو به آتش میکشم. بلایی به سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی. بی حیا. عجب دوره و زمونه ای شده. پسره را بهش کار میدی، محبت میکنی، اون وقت برای من توته میکنه. به زنم نظر داره. از کارخونه بیرونش میکنم. به خاک سیاه میشونم. ای من سری سری قرصوی منو بیار. همین قرآنی که خودت تو بغلم گذاشتی قسم، من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. تمام اون چیزایی هم که پشت عکس نوشته بود دروغ بود. مامان جون بابام راست میگه، چون من بابامو خوب میشناسم. خیلی
خیلی با معرفته. اون مسقال 700 نور با مردوی دیگه فرق داره. قربونتون برم. اما حبیب. آره جونم، آره پسر جون. بابا، امشب شب جمعه سا. میتونی امشب چه خبره؟ بگو تا بدونم. چند سال پیش یه شبی مثل امشب یه آقازاده به دنیا اومده بود. خب این آقازاده کی هست؟ مگه تو خودتو با آقایی قبول نداری؟ چرا که قبول ندارم؟ خب وقتی تو آقایی منم آقازادم دیگه. بر منکرش لعنت. من بالاخره منظورتو نفهمیدم. بابا جون تو که انقدر خنگ نبودی. شب جمعه یه چند سال پیش من به دنیا اومدم. امشب جشن تولد منه. آخ الهی که قربون اون چشمت برم پسرم. تولدت مبارک. تولدت مبارک.
خوبالی جون، حالا فوت کن شما رو. امیر خان، دوتا پاسبان شما رو دم در میخواد. پاسبان؟ یعنی چی بودشه؟ چه فرمشه؟ بفرمایید بریم کلانتری. یعنی چی؟ کلانتری واسه چی؟ آقای دارا صاحب کارخونه تمدن کشته شده. خانم شکایت کرده که شما قاتلش هستید. نه، بابای من قاتل نیست. بابای من گناهی نداره. بابام هیچ کاری نکرده. من نمیذارم اونو ببریم کلانتری. من نمیذارم آقای پاسبان. من میتونم اون کاری نکرده. من نمیذارم. من نمیذارم اونو ببریم. علی جون پسرم آروم بگیر. آقای پلیس ماموره. من میرم کلانتری بهشون ثابت میکنم که من بیگناه هستم. من به قول میدم که بر میگردم. علی نه. علی جون نه. بیا بریم من نمیخوام. میره الان بیا میخوام بابا برم کلانتری. نمیخوام گیره کنیم برم برم کن الان بابا برم کن بابا برم کن چشماش خانم تقریبا صدمه دیده، اما امیدوارم که چیز مهمی نباشه. منظورتون اینه آقای دکتر؟ بچه‌م خدای نکرده کور میشه. ما نهایت کوشش خودمونو میکنیم. البته دکتر چشم پزشک باید تشخیص بده که اونم پس از معاینه و آزمایشات لازم نتیجه رو به ما اطلاع میده. زندان پرسیدی؟ ها؟ آقا جمال با تو هم؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خبر بدی وسط دارم، اما دلم میخواد طاقت داشته باشی. راجب چی؟ راجب بچه هد. بچه طوری شده؟ بله، تصادف کرده. بردنش بیمارستان. حالش خوبه، اما اینطور که میگن چشماش صدمه دیده. چشماش صدمه دیده؟ چه گناهی کرده بودم؟ طاقت داشته باش. توسل به خدا کن. آقا جمال. آقای بازپرس، در بازپرسی های قبلی به شما گفتم، بازم میگم، امیر عاشق من بود. همیشه مزاحمم میشد، مرتب تعقیبم میکرد. اون روزم که به منزل ما اومد، شما در اداره آگاهی گفتید که شوهرتون هیچ ناراحتی قلبی نداشت. حالا هم همین حرفو میزنید؟ نه خیر آقای بازپرس، ناراحتی
ناراحتی قلبی داشت ولی خیلی مختصر. برعکس بفرمایید، خیلی هم مفصل. ملاحظه کنید، پزشک قانونی نظر داده که مرگ شوهر شما یک شوک قلبی بوده و با توجه به زمان مرگ شوهر شما و اظهارات متهم، مرگ اون مرحوم پس از خروج امیر از منزل شما اتفاق افتاده. بنابراین من مجوزی برای بازداشت امیر در زندان نمی بینم. آقای منشی؟ بله قربان. قرار آزادی متهم رو به زندان ابلاغ کنید و پرونده رو بفرستید بایگانی. اعتماد میشه. کشکی این برای سر من اومده بود. خود نکنه مامان جون. علی. علی جون، بابات اومد. علی جون. بابا. علی پسرم، پسر خوبم، چه برای سرت اومده؟ الهی دورت بگردم. بابا جون، از زندان آزاد شدی. آره آره عزیزم. بابا جون، امروز دکتر قراره چشمامو وا کنه. دلم میخواد اول از همه صورت تو مامان جونمو ببینم. الهی قربونه چی شد برم. خب حال مریض کوچولوی ما چطوره؟ سلام آقای دکتر. سلام پسر خوب و شجاع. بابام اومده آقای دکتر. خب چشمت روشن، چشمت روشن. حال شما چطوره؟ قربون شما برم آقای دکتر، خیلی ممنون. خب حالا که تصادفاً بابات اومده، میخوام چشماتو باز بکنم. باشه؟ باشه آقای دکتر. بلند شو ببینم پسرم، بلند شو. همینطور بشین. خب آفرین قیچی. خدا یا فاطمه زهرا. مامان جون پسری، آفرین آفرین. الان تموم. من میترسم. پسر خوبی مثل تو نباید پسرست. خدایا پسرم چشماتو باز کن. حالا بگو ببینم نوری چیزی میبینی یا نه؟ چرا اینقدر اینجا تاریکه؟ چرا چراغ روشن نمی کنی؟ الان روز علی جو، شب که نیست. اگه روزه پس چرا من هیچی نمی بینم؟ بابا جان کجایی؟ من اینجا، من اینجا خسرم. ببین علی جو، من اینجا هستم. پس چرا من تو رو نمی بینم؟ آروم بگیر مریم، آروم بگیر. خوب نیست، آروم بگیر. مامان، مامان جونم. هیچی نمیبینی؟ بابا، من هیچی نمیبینم. خدا مامان جون، مامان، پس چرا من تو رو نمیبینم؟ تو گفتی چشمام خوب میشه و میتونم تو بابا و عمو حبیب جونم رو ببینم، اما من حالا نمیتونم ببینم، چشمام تاریکه. متاسفانه باید عرض بکنم اون موقتا بیناییشو از دست داده. من به شما قول میدم که چشمای پسرتون معالجه بشه. البته باید خارج ببریدش، در اسپانیا یکی از چشم پزشکای معروف پروفسور باراکه میتونه معالجش بکنه. آقای دکتر، اینو برای دلخوشی ما میگین یا حقیقت داره؟ باور بفرمایید این حقیقته. آقای دکتر، مخارجش برای رفتن به خارج چقدر تموم میشه؟ فکر میکنید چقدر میشه؟ البته کلیه مخارجشو در نظر بگیرید. بفرمایید روی هم چقدر میشه؟ والا تقریبا برای رفت و برگشت و مخارج بیمارستان، عمل و غیره و زالک حدود 100,000 تومان میشه. چی؟ 100,000 تومان؟ بابا جون، ما که 100,000 تومان پول نداریم. نه پسرم، نداریم. تمام اساسیه این خونه رو که قیمت گذاشتن بیشتر از 10,000 تومان نشد. سمسار که اومد خودت دیدی. من ندیدم بابا، من که چشم ندارم ببینم. معذرت میخوام عزیزم، منظورم این بود که فهمیدی. بله فهمیدم. پس ماما من واسه همیشه کور میمونم؟ نه عزیزم، نه، مطمئن باش که جوری من این پولو فراهم میکنم. نه، شما ها واسه دلخوشی من میگی، شما ها نمیتونی
میتونین این پولو فراهم بکنین؟ من میتونم واسه همیشه کور میمونم، کور میمونم، کور میمونم. نه عزیزم، نه جونه دلم، نه قربونت برم. اگر شده زمین و زمونو به هم بدوزم، این پولو فراهم میکنم، میبرمت خارج، چشمات معالجه میکنم، بهت قول میدم. شماها دروغ میگی، دروغ میگی. بله گریه نکن، گریه نکن. برای چی اومدی اینجا؟ ما که دیگه با هم کاری نداریم. اومدم شما رو ببینم پدر. به من نگو پدر، من دیگه پدرتون نیستم. شنیدم که چشمای بچه‌شون کور شده. با عصبانیش کی بود؟ تو ناجنس پس فطرت. به من چه مربوطه؟ پس به کی مربوطه؟ بعد جنسی خیانت تو باعث شد که اون طفل معصوم تصادف کنه و کور بشه. در هر حال پدر، من حاضرم پول معالجه یه چشم بچه‌شون رو بهشون بدم. میخوای کفاره گناهاتو پس بدی؟ ولی بدون اگه امیر بمیره همچین پولی رو از تو قبول نمیکنه. چرا پدر؟ اگه شما بهش بگین حتما قبول میکنه، چون پسرشو خیلی دوست داره و تا حالا به هر دری زده نتونسته همچین پولی رو فراهم کنه. پدر، من اینقدرام که شما فکر میکنین بد نیستم. از این اتفاق واقعا متاسفم و حاضرم به اونا کمک کنم. امیدوارم هر طور شده اونا رو راضی کنی که بیان این پولو بهشون بدم. خدا حافظ پدر. دردی چه سند بدم وقتی چشمای پسرم خوب شد؟ واسط کار کنم تا هر وقت که قرضم تموم بشه، چون نمیخوام منتی رو سرم باشه. چرا سند بدی که مغروز بشی؟ من فکر بهتری دارم. چه فکری؟ زنتو طلاق بدی. زنمو طلاق بدم؟ زنمو طلاق بدم؟ آره، زنتو طلاق بدی و با من عروسی کنی. تو یه حیوونی، یه حیوون کثیف، یه زن پست و بی‌عاطفه. آخه من به تو چی بگم؟ چی کارت کنم؟ ایف که میخوام زنده باشم، چشمای پسرم رو خوب بکنم و الا از جونم میگذشتم و همینجا مثل یه سگ میکشتم. هرچی فکر میکنم چیزی به نظرم نمیرسه که لیاقت تو رو داشته باشی جز اینکه تو صورت تو فندازم. یا بریم، زنی که یه بی حیای بی همه چیز خجالت نمیکشه. چی شد؟ بریم تا بهتون بگم چی شد. خب نفهمیدم. چی رو نفهمیدی؟ مگه تو با من قول و قرار عروسی نذاشتی؟ چرا؟ مگه صد بار نگفتی بذار اول کلک اون پیر سگو بکنم، بعد دست به دست هم میریم و با هم زندگی میکنیم؟ چرا؟ ولی حالا معلوم میشه خانم منو مثل یه عروسک حالت دست قرار داده. تو چقدر ساده ای پسر. کی میخواد با اون پسرای بی سر و پا عروسی کنه؟ اینا همش نقشه است. نقشه اینه که اون زنشو طلاق بده و من اینطوری ازشون انتقام بگیرم. نه عزیز من، من تو رو میخوام، من تو رو دوست دارم، باور کن تو رو میخوام. برو عزیزم، حالا برو دنبال ماموریتت، یه کاری بکن امیر پیشنهاد منو قبول کنه. برو جونم، برو عزیزم. بس از خر شیطون بیا پایین، پیشنهاد زری رو قبول کن، این پولو بگیر و برو زنتو طلاق بده. فقط زنتو طلاق بده، کافیه. آره دست از سرم وردار. بسه واس خاطر نجات بچه‌تم شده، برو زنتو طلاق بده. احمق نشو، خر نشو، واس خودت میگم این کارو بکن. برو جام شو کسافت، برو قارو بکن، دوبونه کردیده، برو بلاب کن. افتاده آشو برو، برو به اون سالی چه بگو این آرزو رو به گور ببره. برو گم شو. همون هر خرچت من چشنه. علی مدد امیر خان، یا علی مدد. آقا ولی خواهد شد، میبریم تو بشیم. حالا چطوره؟ پسر خیلی عقبت گشتم پیدات کنم، پیدات نکردم. راستی بگو بینم چش پسرت چطوره، خوب شد؟ سلامتی.
خب گفتی که 100,000 تومان برای معالجش لازم داری. آره. فکرشم نکن. فردا صبح خودم 100,000 تومان بهت میدم که بری چش پسرتو معالجه کن. برو بابا تامپیری. ماسک کردی داری دریوری میگی؟ دریوری کدومه؟ وقتی من میگم میدم میدم. بابا آقا جمال تو رو خدا ولم کن. بذار به بدبختی خودم بنالم. ببین این دفترچه پس اندازمه، توش 400,000 تومن پول دارم. من که هیچ کس تو این دنیا ندارم، فقط یه خونه دارم که با اجارهش اموراتم رو میگذرونم. دیگه عمری هم ازم باقی نمونده. وقتی افتادم مردم میتونم این پولا رو با خودم ببرم تو قبر؟ نه، پس قبول کن که راست میگم، من 100,000 تومن بهت میدم. نه فهمیدم، یعنی تو واقعا این پولو به من میدی؟ آره. یعنی تو حاضر این پولو به من بدی؟ بله. تو 100,000 تومان به من میدی؟ آره. تو 100,000 تومان بدون هیچ چش داشتی به من میدی؟ آره. آخ الهی چی قربون تو برم پیرمار. تا صدق تو برم، تو یه فرشته ای، فرشته این نجات آقایون، این یه فرشته است، قربون همه تو برم. خیالم راحت. ببین تو برو بزن و بچت مجده 100,000 تومن بده، اصلا برشون دار بیار خونه، من میخوام بزنشون امشب جشن بگیرم. مریم جون، مریم جون، مریم جون کجایی؟ باشی بلنشی اینجا، حالا بلنشی درست شد. درست خوابیدی؟ بیدارش کن مثل نکم. بیدارش کن، دارم از خوشحالی پر در میره. بیدارش کن. مست کردی چیه؟ خیلی هم هوشیارم، رفیقم آقا جمال 100,000 تومن به همون میده. 100,000 تومن. علی جون، علی پسرم پاشو قربونت برم. چیه؟ چه خبره؟ چی شده؟ برم چشات خوب شد. پاشو قربون این مجاهد برم. الهی دورت بکردم، تمام شد، همه کارا درست شد. مریم جون 100,000 تومن پول فراهم کردم، دیگه تمام شد، همه چی درست شد. تو این هفته چشای پسرم معالجه میشه، میبرمش خارج چشاش معالجه میکنم. قربونت برم الهی. چرا خود راست میگی بابا؟ آره پسرم، به جون خودت، به جون مامانت راست میگم. یاله بلند شو، بلند شو دیگه، بلند شو، لباس عوض کن، بریم خونه آقا جمال. آخه ندیده نشناخته خونه آقا جمال، همون رفیقم که قراره 100,000 تومن بده دیگه. یاله معطلش نکن، واسمون امشب جشن گرفته. تو مایک وایسادی، پس کی میاد؟ ساعت 9 شد، پس چرا آقا جمال نیومد؟ حتما تو ترافیک گیر کرده. مگه از خونهشون تو اینجا چقدر راهی؟ شاه عبدالعظیم هم بود الان رسیده بود. ساعت 10 شد. ببین ساعت 10 شد، پس چرا آقا جمال نیومد؟ حتما خوابش خورده، مگه ندیدی دیشب چقدر مشروب خورد؟ تو چقدر خوشباوری مرد، دیشب مست بوده علکی گفته 100,000 تومن میدم. نگاه کن 11 شد، ما چی گرفتاری شدیم بابا؟ ساعت 11 شد، پس چرا نیومد؟ ممکنه ما رو دست انداخته باشه. نه جون دلم، ببین این دفترچه پس اندازشه، داده به من. نگاه کن خونش رو بلدی؟ آره تو کوچه قصابا. بریم در خونش. باشه بریم. داداش همین چه نگرده میزم، اینم کوچه قصابا، خوش اومده. بفهم، خیلی ممنون. سوپوش پیدشو تومان کم پولیه. آخه تو این سال و زمانه کیه که 100,000 تومان همینطوری به کسی کمک کنه؟ بابا جون من اونو میشناسم، حرف از دهنش در میاد، آدم دست و دلبازیه، تو زندون به همه کمک میکرد. کجا بود خونش؟ مگه خونشو بلد نیستی؟ اونجا باید باشه، اون جلوتره. دیشب تاریک بود یاد نگرفتم. ببخشین آقا، اینجا خونه آقا جمال کجاست؟ والله نمیدونم. آقا خیلی معذرت میخوام، این خونه آقا جمال کجاست؟ کدوم آقا جمال؟ قد بلندی داره، موهای سر صورت چم سفیده. ببخشید آقا، ببخشید، خیلی معذرت میخوام، این خونه آقا جمال اینا کجا؟ آقا جمال، آقا جمال چی آقا؟ فامیلشو نمیدونم، اما یه قد بلندی داره، موهای سر صورتش هم سفیده. معذرت میخوام، نمیدونم آقا. همین جاها بودا. صبر کنین ببینم آقا، شما آقا جمال پیری رو میگین؟ آره آره، آقا جمال پیری. بیچاره دم حسابی سکته کرد و مرد، خدا رحمتش کنه.
صبر کنی. این خدا بیامرز یه امونتی پیش من داره، دفترچه پس اندازشه. خدا بیامرزه. تیاری میشیم، میریم خارج، میریم اونجایی که دکتراش میتونن چشمامو خوب کنن. و انشالله به امید خدا. آخ جون، اون وقت چشمام خوب میشه، باز میسه اون وقت میرم با بابام تو پارک دوچرخه سوار میشم، تو چمنو میدوم، با بچه ها فوتبال بازی میکنم، گرگم به هوا بازی میکنم، با دوستان میرم گردش. آره جونم، البته. عمو حبیب، من به بابا و مامانم تو حالا نگفتم که قصه دار بشم، اما کوری خیلی بد چیزیه، همیشه آدم تو تاریکیه. میدونم علی جون، میدونم. نه، نمیدونی، برای اینکه تو حالا کور نشدی که بفهمی کوری چیه. اینم بابا و مامانه. اومدین بابا جین، اومدین. آره عزیزم، اومدیم. خب پول گرفتی بابا؟ چرا جواب نمیدین؟ مگه پول نگرفتی؟ چرا پسرم گرفتی؟ آخ جون، دیدی گفتم عمو حبیب، بابام اینا پول گرفتن. فردا پس فردا سوار طیاره میشیم میریم خارج، مگه نه بابا جون؟ چرا پسرم؟ چرا؟ بابا جون. چیه پسرم؟ دوست دارم. منم تو رو دوست دارم. منم تو رو دوست دارم پسرم. مامان چیه جونم؟ بابام هنوز نیومده؟ نه عزیزم. پس اون کجا رفته مامان جون؟ نمیدونم، ولی میاد، هر جا باشه میاد. مامان واسم یه قصه بگو تو خوابم ببره. یکی بود یکی نبود. یالا دیگه دارم لخ میشم. یالا پول بذاری میخوام لخت تو کنم. پول بذاری ببینم، پول بذاری بسد. آی خدا چارم تو شد، چارم کن این دفرم ببرم، چیزی نموده. چشتون رو با کنی، حک حک به تاسه، حک حک به شانسه، یا شانسه یا اقبال. یارم بازم جفشیش، بازم جفشیش بردم. ای خدا بازم چرم تو شد، این دست آخره، کمک کن. یالا پول بذاری، حک حک به تاسه، حک حک به شانسه، پول بذاری بسر. بذاری مینم. دیگه کسی نبود؟ چرا؟ این 2000 تومان هم من میذارم. گل خوندی داشتم، گل خوندی. جونم بازم جفشیش. دست نگردار. جفشیشه؟ آقای اون تقلب کرده. حالو گیر آوردی ها؟ آقای اون، این تاسا پر شده. پر شده؟ آره داشتم. این تاسا پر شده است. میمانم اگه با این تاسا بریزه جوب شیش میاره. تو خمارخونه من تاس پر شده میاری. خیال کردی شهر شهر هرتا؟ هر جا هرچی باخته پاس بگیره. نه من پاس نمیدم، اونا مال منه. خیال کردی میتونی؟ من پاس نمیدم، اونا مال منه. چهش چکش بچمه، مال بچمه. چشمای بچم گور شده. من باید با این جورا مارجست کنم. با
چشمش برگردونم. من بس نمیدم. نه نه پول مال معالجه چشم بچه‌مه. مال چشم بچه‌مه. اگه به من رحم نمی‌کنید به بچه‌م رحم کنید. بلندش کنید. قمار خونه ما تقلق میکنی؟ نه نه بابا در چرا کرد؟ مفتری میکنی؟ تا سپار شده میاری؟ بلنش بینم تقلق میکنی ها؟ نه نه والا نه من فکرشم نمیکردی که کتک بخوری ها؟ یا کس متقلب؟ تو رو خدا نزنی، من به خاطر بچه هم این کارو کردم. آخه بچه هم کور شده، چشاش دیگه نمیبینه. من اون پول واسه معالجه چشای بچه هم میخواستم. آخه شما که به این درد مبتلا نشده ای موش مرده، شما که بچه تو کور نیست، بچه من کوره. من این پول واسه معالجه اون میخواستم. طلاق میگیرم که اون با تو عروسی کنه، چون نمیخوام بچم برای همیشه کور بمونه. دیدی مریم خانوم، بالاخره من موفق شدم. من امروز عشق شوهر تو رو خریدم و اونو از چنگت در آوردم. یادت یه روز بهت گفتم با پول همه کاری میشه کرد، عشقم میشه خرید؟ بالاخره نگفتین شما برای چی میخوان از هم جدا بشین؟
اختلافی دارین؟ اختلاف فامیلی دارین، اختلاف مالی دارین، آخه چه اختلافی دارین؟ والا از چه لحاظ با هم سازش ندارین؟ من دیگه نمیخوام با شوهرم زندگی کنم. آخه به چه دلیل؟ باید دلیل داشته باشین تا دادگاه بتونه گواهی عدم سازش رو صادر کنه. هم دوچار بیماری ناتوانی، هرچی هم دوا و درمون کردی فایده نداشت. همینطوره آقا؟ بله آقای قاسم. بسیار خوب، این شد دلیل گواهی عدم امکان سازش براشون صادر شد. به آرزوی کثیفت رسیدی، بیا بگیر اینم طلاق نامه. این پاسپورت تو بچت، اینم بلیط هواپیما، اینم چک بانکی $15,000 آمریکایی. به امیرم بگو پاسپورت و بلیتشو بیاد ویلا از من بگیره. بابا جون من بدون تو سوار طیاره نمیشم. تو خودت پسرم من میام بابا جون. میام قربونتم، حالاشم میام، حالاشم میام پسرم. میام بابا جون. آخه تو به من آخه بلیط و پاسپورتمو باید بگیرم، بدون بلیط و پاسپورت که نمیتونم سوار هواپیما بشم. بیا بغل عمو بابا بره پاسپورتشو بگیره. به جون خودم میام، قول میدم که میام. شما ها بریم فرودگاه، من خودم میرم. برید برو جانم، برید. بیا بریم عمو جون، بیا بریم، دیر میشه. آخرم چرا اینطوری میکنی؟ این حرفا چیه میزنی بابا؟ تو چرا همچینی میکنی؟ بله قربونت برم عزیزم، بابات میاد، بابات میاد. رفت پاسپورتشو بگیری. بیا بریم عزیزا دلم، بیا بریم دیر میشه. امیر امروز یکی از بهترین روزی منه، روزیه که دیگه به آرزوم میرسم، روزیه که میخوام تو رو، نه تو منو، تو بغلت بگیری، انقدر فشارم بدی که استخونام خرد بشه. امیر چرا ساکتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ ببین امیر، من تو رو دوست دارم، حاضرم تمام زندگیمو به پات بریزم، حاضرم جونمو فدات کنم، حاضرم به خاطر تو، به خاطر عشق تو حتی بمیرم. امیر بیا منو بغل کن، بیا عزیزم. برو گم شو، دست کثیف تو به من نزن. نفهمیدم چی شد امیر؟ مگه ما با هم قرار نذاشته بودیم که تو کور خوندی زن؟ تو این آرزو رو باز به گور ببری، من از تو نفرت دارم. یا لون پاسپورت و بلیط رو بده به من، من به بچم قول دارم که همراهش برم. چی؟ پاسپورت و بلیط رو بهت بدم؟ تو هم کور خوندی آقا، من اونا رو هیچ وقت بهت نمیدم. چی؟ من اونا رو بهت نمیدم. من از تو میگیرم. تو غلط میکنی، بساحت حرفه. من پاسپورت به تو نمیدم. من از تو میگیرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ من تمام حرفاتو شنیدم، از تو تا به حال به من دروغ میگفتی. امیر! امیر نرو بسا! امیر برو خدا بایدو! نرم بود که صحبت! برای چی منو میزنی؟ امیر! نرو بسا! با دستو بکنم میکشمت! امیر! خواهش میکنم!
بگم امیر. امیر من به تو بد کردم ولی تو به من رحم کن. رحم کن امیر. امیر نایمد. نمیدونم. شماها برین سوار شین. اون بالاخره خودشو میرسونه. پاشو پاشو ما بریم پسر جون. نه من نمیام. من بدون بابام نمیام. بابام قول داده که بابا بیاد. من نمیام. من نمیام. من بدون بابام نمیام. آخه چی کار کنم آخه؟ بابات هر طور شده خودشو میرسونه. پاشو ما بریم. پاشو. نه من نمیام. من گفتم که بدون بابام نمیام. پسر جون پاشین بریم سوارشین. وقت داره میگذره. تیاره میره. جا میمونینا. من نمیام. آخه بابام به من قول داده بود که حتما میاد. آخه چرا اون که این قول داده بود؟ آخه بابام به من قول داده بود که حتما میاد. آخه چرا اون که این قول داده بود؟ لندن هستم. خواهشمند است برای سوار شدن به هواپیما از در پاشو بریم بچه جون. من بریم. من گفتم که بچه تیاره میره. شماها برین سوار شین. اون هر طور باشه خودشون میرسون. بیا دست بده من. برم خدا فیز. خدا به هم شما. خدا پشت و پناه. پس چرا بابام نیومد؟ میاد. من به تو قول میدم که بابات هر طور شده خودشون میرسون. باری کلو بزن. خدا پشت و پناه. زریه محمدی. اسم متهم که اونو پرت کرده چیه؟ بهرام مولایی. شغل متهم رئیس دفتر کارخانه تمدن. بسیار خوب، دستور جلبشو همین الان میدم که دستگیرش کنم. خداحافظ. ایران، تهران، خیابان حافظ، کوچه طناز، دست راست، شماره 15، منزل حبیب الله محمدی. عمو حبیب، امروز علی از بیمارستان مرخصه. پس فردا سه‌شنبه 25 آذر ماه ساعت 5 بعد از ظهر فرودگاه مهرآباد. مریم. یو فرشتن. عمو حبیب خیلی دلم شور میزنه. آخه تو تلگراف اصلا ننوشته که چشم بچم خوب شده یا نه. به خدا دل تو دلم نیست. یعنی چطور میشه؟ هیچ اتفاقی نمیافته. امیدت به خدا باشه. ای خدا. آخه چطور تو تلگراف حتی یه کلمه ننوشته که چشم بچم خوب شده یا نه؟ میترسم عمو حبیب. میترسم. ایشالله که خوب شده. توکل به خدا کن. یا خدا. اگه چشاش زبونم لال خوب نشده باشه چه خاکی تو سرم کنم؟ اگه معالجه نشده باشه مثل این که دارم پیاده میشم. اون هاشم و حبیب دیدی بهت گفتم یا امام رضا هنو عینک به چشمشه معالجه نشده. بچم کور بود. اونها اون باباته. نگاه کن بابا جو. بابا جو علی. بابا جو. بابا من تو رو میبینم بابا. من تو رو میبینم بابا. من چشم خوب شده بابا جون. علی بابا. بابا
آبشون بس دارم هری جونم آبشون